سلام و خوش آمدین. با تازگی طالبان قانون جدید با 35 ماده تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر منتشر کردند که از دید حامیان حقوق بشر محدودیت‌های شدید بر زندگی زنان اعمال می‌کند. این قانون زنان را ملزم به پوشاندن صورت و بدن هنگام خروج از خانه میکنه و صدای اونها را عورت میخوانه. همچنین از مردان خواسته شده که به نماز شرکت کنند و ریش بگذارند. نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد، عفو بین الملل و اتحادیه اروپا از این اقدام طالبان انتقاد کردند. زنان در داخل و خارج از افغانستان با شعرها و آهنگهای اعتراضی واکنش نشان دادند. به گونه مثال مسیح علی نژاد فعال ایرانی نیز با بازخوانی آهنگ سرزمین من به این اعتراضات پیوسته. این اقدام طالبان چه شباهت‌هایی با گشت ارشاد جمهوری اسلامی ایران دارد؟ چرا این موضوع مهمه و چه پیامدهایی دارد؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با پریس صحبتی از رادیو فردا، بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و سارا رحمانی فعال حقوق بشر در آلمان. میخوایم به مخاطبان ما این را هم بگویم که پریس پادکست به نام ویدا را میزبانی میکنه که عمدتاً میپردازه به موضوع زنان و برنده نشان برنز جشنواره رادیوی نیویورک 2024 هم شده. باز هم خوش آمدین خانم رحمانی. با شما شروع کنیم. خب در بخش از ماده 13 قانون جدید طالبان می‌خوانیم که پنهان کردن روی زنان به سبب ترس از فتنه ضروری است و صدای زنان، بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع عورت است. اول میخوام دیدگاه شما رو در مورد این بخش از قانون بدانم. سلام به شما، سلام به بینندگان شما. بله، متاسفانه ما قبلا هم آزادی‌های آنچنانی در افغانستان نداشتیم و الان شرایط با آمدن طالب بدتر شد در افغانستان و حتی شنیدن صدای ما ممنوع شد در افغانستان، چه برسه به ای که ما بخوایم در افغانستان درس بخوانیم یا بخوایم به آرزوهایی که داریم برسیم. متاسفانه با آمدن طالب، شاید ما فکر میکردیم که زمانی که طالب وارد شد، این طالب با طالبی که سالهای پیش در افغانستان بود فرق میکنه، ولی متاسفانه این طالب بدتر از او طالبی بود که سالها پیش به افغانستان آمد و تمام آرزوها و تمام آرمانهای دختران و زنان افغانستان اینا نابود کردن. طالب برمیگرده به هزاران سال قبل که دختران زنده به گور شدن. الان هم فرقی نمیکنه. چه فرقی میکنه وقتی یک دختر صدای شنیدن صدای دختر، چهره دختر، درس خوندن دختر، راه رفتن، بیرون رفتن همه ممنوع باشه؟ چه فرقی میکنه که او زنده باشه؟ فقط دارن زندگی میکنن ولی هیچ آرزویی به هیچ یک از آرزوهای خود اونا نمیرسن و هر روز ناامیدتر میشن. چون 3 ساله که ما داریم مبارزه میکنیم، 3 ساله که ما داریم تلاش میکنیم، با هر نهادی صحبت شد، با هر نماینده ای از کشورهای مختلف صحبت شد، ولی متاسفانه هیچ کسی نتونست کاری انجام بده. حتی نتونستن مدارس دخترانه باز کنن که دخترها برگردن برن به اما مکتب. کوتاه، آیا طالبان واقعا میتونن که صدای زن افغانستان رو خاموش کنن؟ طالب هیچ وقت به اون چیزی که میخواد نمیرسه. شاید دختران در افغانستان جرأت مبارزه و ای که صدا بلند کنن نداشته باشن، ولی ما خارج از افغانستان، ما به نمایندگی از دختران و زنانی که در افغانستان هستن و نمیتونن صدا بلند کنن، ما صدای او دخترها هستیم. دخترانی که اگه دستگیر بشن به زندانهای طالب میفتن و به اونا تجاوز میشه. اونا معلومه که از ترس نمیتونن اعتراض کنن، ولی با این حال هم دارین میبینین که اونا اعتراضات خود رو دارن، حتی به صورت مخفیانه. طالب هیچ وقت نمیتونه ما رو ساکت کنه. تشکر از این. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم خانم رحمانی. خب پریس جان، از خودت بشنویم، به ما بگو که این قانون جدید طالبان در ایران چی واکنش هایی در پی داشته، مثلا در فضای مجازی؟
در فضای مجازی ما دیروز در اینستاگرام رادیو فردا نگین همکارم یک ویدئویی درست کرد در مورد همین خبر و منتشر شد و کامنت های بسیار زیادی گرفت و یه تعدادی از کامنت ها رو براتون بخوام بگم. خب خیلی ها ابراز همدردی کردن از ایران با زنان افغانستان، خیلی ها نوشتن زن زندگی آزادی، هشتگ زن زندگی آزادی رو براش استفاده کردن. خب خیلی ها مثل همیشه مردم ایران خیلی با طنز جواب میدن خیلی از چیزها رو، یعنی یک مرحله دفاعی انگاری. خیلی ها گفتن که چه قوانین آشنایی، چقدر آشنا به نظر میرسه، و یک عده هم گفتن که به جمهوری اسلامی خوش آمدین. یه عده هم البته گفتن که خب بر ما اینا تازگی نداره، چون نمیدونم میدونین یا نه، ولی ما بیش از 30 ساله که ستاد امر به معروف و نهی از منکر رو در ایران داریم خودمون. زیر نام گشت ارشاد یا چیز دیگه؟ گشت ارشاد یک چیز دیگه است که در واقع ستاد اجراییه، ولی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اسمش روشه دیگه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، یعنی کمتر کار اجرایی میکنه، یعنی قراره که اینطور باشه ولی بعضن دیده شده که کارهایی هم کردن. تشکر از این. خب خانم رحمانی، چگونه این قانون جدید طالبان تأثیر میگذاره بر فعالیت‌های روزمره و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران در افغانستان از دید شما؟ بله، چطور میتونه تأثیر نذاره؟ وقتی که اونها 3 سال چشم انتظارن که مکاتب باز بشه و این دخترها به مکتب بازگردن، امیدوارم، ولی امروز قانون جدیدی میاد که حتی شنیدن صدای زن ممنوع میشه، چطور میتونه اینا تاثیرگذار نباشه؟ اینها باعث خودکشی های زیادی شده، اینها باعث شده که خیلی از دخترها مشکل روحی روانی پیدا کنن، اینها باعث شده که دخترها با سن کم، اگرچه قبلا در افغانستان بود ولی آمار بیشتر شده و با سن کم دارن ازدواج میکنن. اینا همه مشکلاتیه که در افغانستان هست و مهاجرت های غیرقانونی که زیاد شده و حتی باعث شده که دخترها به صورت تنهایی بدون خانواده مهاجرت کنن و در این راه مهاجرت باز مشکلات خیلی زیادی به این دخترها میآید و حتی بر اینا تجاوز میشه، به دریا میافتن، غرق میشن و هزاران هزار اتفاق. مهمان عزیز ما گفتن که در ایران، بله ایران هم اگرچه شرایطی و مثل افغانستان هست ولی باز در ایران شرایط زنها بهتره. از زمانی که ما به خاطر میاریم در افغانستان همیشه زن تو سری خور بوده، همیشه یک دختر نمیتونسته به اون صورت به آرزوها خوب برسه، نمیتونسته آزاد باشه، حتی حق انتخاب همسر رو نداشته و این الان ظلم زیادی در قرنی که همه زنها دارن درس میخونن، دخترها دارن رئیس جمهور میشن، دارن به فضا میرن، هزاران هزار دختر در کشورهای مختلف داره به جای میرسه و بهترین امکانات میگیرن. ما تمام دغدغه ما اینه که دخترها ما اجازه ندارن به مکتب برن و صدای شنیدن صدای ما حتی جرم شده، ما ممنوع تصویر هستیم، صدای ما هم در جامعه جرم شد و متاسفانه این واقعا شرایط سختیه. تشکر از این. خوب همونطور که پیشتر شما هم گفتین، ما هم دیدیم که در امی چند روز گذشته زنان چی در افغانستان چی در بیرون از افغانستان اعتراض کردن، مثلا شعر سرودن، شعار سر دادن و حتی آهنگ و ترانه خواندن. بخش از این اعتراضات را میبینیم و زود برمیگردیم. من سرود خواهم خواند بار بار آزادی، بار بار آزادی. اگر امروز ملا هیبت الله مانع تحصیل و قطع صدای خانم ها شده، هرگز صدای یک زن خاموش نمی شود. اگر شما صدای خانم ها را در افغانستان خاموش سازید، ما نمیگذاریم. هرگز در این خواب خیال نباشید. می خروشد از هر کس قدرتی نمی تواند صدا و تصویر زنان را حذف بکند. خب پریزیان، از ایران به ما بگو آیا در فضای مجازی زنان شعر خواندن، مثلا آهنگ و ترانه خواندن در حمایت از زنان در افغانستان در واکنش به این قانون جدید طالبان؟ ببین، زنان ایران همیشه در مورد ماجرای حجاب اجباری و قوانین ضد زنی که در
ایران وجود داره همیشه خوندن، حالا بیشتر در مورد خودشون خوندن و قطعا و طبیعتا فعالان حقوق زنان دارن حمایت میکنن از حقوق زنان افغانستان در حال حاضر. این خوندنه و این شرکت کردن در ایونت های مجازی و حرف زدنه فقط محدود به این دو سه سال اخیر در ایران نمیشه، این 45 سال همیشه وجود داشته ولی الان دیگه به بالاترین نقطه خودش رسیده و در اوجه. و همونطور که میبینین مهمونمون گفتن که، خانم رحمانی گفتن که در ایران شرایط یه مقدار فرق میکنه. بله، من مهمان فکر میکنم قسمت آخر پادکستم سهرا کریمی بود و داشت برام تعریف میکرد که مردها در افغانستان کمتر حمایت میکنن ولی ما شاهد هستیم که مردها در ایران از زنها حمایت میکنن. و بله همینطوره، همونطور که میبینیم موفق ترین ترانه ها و آهنگ هایی که بیرون اومده در مورد زن زندگی آزادی ترانه هایی هستن که آقایون خوندن. شروین قطعا خانم ها هم میخونن و خوندن و بسیار ترانه های تاثیرگذاری هستن ولی مثلا شروین حاجی پور جایزه گرمی رو میگیره در حمایت از زن زندگی آزادی و من فکر میکنم این خیلی نقش مؤثری در سرعت روند این ماجرا داشته تا به امروز در ایران. هرچند در افغانستان هم صداهای مردان هم در حمایت از زنان بلند شده، اما یک اعتراض زنان در افغانستانی است که کمرنگ بوده این صداها. نمیدانم که نظر شما در این مورد چیست خانم رحمانی؟ بله، من با مهمان عزیز موافقم. مردای ما کمتر پشت ما ایستادن و ما را حمایت کردن. شاید از یک دیدگاه نگاه کنیم، مردا بیشتر مردای ما هم با این قوانین طالب موافقن و هنوز داریم مردهایی که با این قوانین طالب موافقن و سکوت میکنن. اگر که مردها بیستن، پدران بیستن و به یک باره یک روز اعتراض کنن، طالب همه ای آدم ها نمیتونه بین ببره. اگر مردها هم بیستن، درست کشته میشن، در ایران هم خیلی ها کشته شدن، اگر یک با شجاعانه همه با هم دست در دست هم دیگه با اتحاد و همبستگی بیستن، فکر میکنم که شاید یک نتیجه بهتری داشته باشه. ولی ما متاسفانه داریم مردهایی را میبینیم که موافقن با این موضوع. حتی این مردها در اروپا هم هستن و ما نظرات اینا میبینیم، میگن خیلی هم کار درست و به جاییه، طالب خیلی کار خوبی داره انجام میده. و متاسفانه ما از این نوع مردها در حتی در اروپا هم داریم. خب تشکر از این. بیشتر در این مورد بحث میکنیم، نظر شما را هم میخواییم بدانیم در مورد این که این قانون و این دستور العمل های تازه طالبان چی پیامدهایی میتونه داشته باشه برای زنان از لحاظ حقوق بشری. اما همونطور که بیشتر هم صحبت کردیم، این موضوع در برخی از کشورهای دیگه مثل تاجیکستان هم واکنش هایی را در پی داشته. یک بخش از این عکس العمل ها را میبینیم و زود برمیگردیم. این فرمان های سختگیرانه رهبر طالبا یا با اصطلاح رئیس دولت طالبا در تاجیکستان واکنش های گوناگون داشت، در رسانه ها بازتاب داشت، بعضی از تحلیلگران و روشنفکران در شبکات اجتماعی را به بحث کشیدن. نگرانی اصلی جامعه تاجیکستان از انتقال یافتن همین تفکر یا به اصطلاح مفکوره طالبانی به تاجیکستان است، چون به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ خب مشترکات دیگری زبانی و دینی و مذهبی، امکان انتقال این مفکوره به تاجیکستان همیشه وجود دارد و شهروندای زیاد تاجیکستان در این اواخیر و گروه های گوناگونی افراطی و تروریستی در افغانستان پیوستند که اونها در اون کشور زیر حاکمیت طالبان هستند. خب اگر برویم باز به ایران، هرچند شما پیشتر گفتین چی شباهت های دیده میشه بین آنچه که در ایران جمهوری اسلامی ایران اتفاق میفته، گشت شاد و شما هم گفتین که سابقه طولانی داره امر به معروف و نهی از منکر، با آنچه که طالبان انجام میتن در افغانستان؟ اگر به طور خلاصه بخوام بهتون بگم، یه ذره برگردیم قبل از ماجرای زن زندگی آزادی. تا قبل از اون به این شکل نبود که زنها حتما باید پوشیه داشته باشن یا
به طور کامل باید پوشیده باشند. در قوانین اسلام هست که باید اینطور باشه، ولی در ایران از ابتدا این شکلی رعایت نمی‌شد و به هر حال عکس هایی دیدین از ایران که خانم ها چطور لباس می پوشن. یک عده هم هستن که اعتقاد عمیقی دارن و اونطور که باید لباس می پوشن. اما گشت ارشاد معمولاً به بیرون بودن پای خانم ها اگر شلواری کوتاه باشه، یعنی خیلی عینی میخوام بهتون بگم که دقیقاً به چه چیزهایی گیر میده. اگر یک نفر خیلی ظاهرش خیلی آراسته باشه و خیلی به چشم بیاد، ممکنه هیچ ایرادی هم نداشته باشه، ولی حتما بهش گیر میدن. به آقایون هم گیر میدن. من دیدم که در شرایطی که طالبان داره درست میکنه به آقایون هم گیر میدن. خواستم بگم که بله، در ایران هم کراوات زدن ممنوعه، در ایران هم آقایون حق شلوارک پوشیدن توی خیابون رو ندارن، که خب اینا مشابه هم دیگه است. اما بعد از زن زندگی آزادی در ایران همه چیز تغییر کرد. قوانین تغییر نکرد، ولی کاری که مردم دارن میکنن و به شکلی که دارن پیش میرن اصلا رعایت نمیکنن، یعنی نافرمانی مدنی میکنن، تاوانش رو هم دارن میدن و گشت ارشاد همچنان وجود داره، میگیره، کتک میزنه و زندانی میکنه، ولی مردم به کار خودشون دارن ادامه میدن. بیشتر در این مورد گپ میزنیم. شما از اصول و قوانین اسلامی یادآوری کردین، بهش اشاره کردین. خب طالبان سنی هستن و پیرو مذهب حنفی عمدتاً، اما برخی از عالمان سنی مذهب و پیرو مذهب حنفی دیدگاه های مختلف دارن که ما با یکی اونها صحبت کردیم در مورد این قانون جدید طالبان. بخش از اظهارات این عالم دین را میبینیم و زود برمیگردیم. من در یک بحث علمی بودم با مجموعی از مفتی صاحبان و مولای صاحبان وابسته به حرکت طالبان، و من در آنجا نیز بار دیگر گفتم این حیث یک شاگرد شرعیات، این حیث یک کسی که صدقه تدریس در عرصه شرعیات دارد، گفتم که از نظر جمهور علمای امت اسلامی روی زن در حجاب داخل نیست، و همچنان بر اساس رأی جمهور فقهای امت اسلامی و همچنان رأی امام اعظم ابو حنیفه علیه رحمت الله و شاگردان ابو حنیفه دست زن، کفه این دست و پای زن همان گونه که در نماز عورت نیست، در بیرون هم عورت نیست. و طبعا این هم واضح است که صدای زن نیز عورت نیست، نه در قرآن کریم نسی وجود دارد، نه در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم نسی وجود دارد که صدای زن را عورت قرار داده باشد. خب خانم رحمانی، اگر در مورد پیامدهای این قانون کم گپ بزنیم که برای حقوق بشری زنان و همچنان آزادی های فردی زنان در افغانستان چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در آینده به نظر شما؟ بله، ما همیشه گفتیم زنان نیمی از پیکر جامعه هستند. حذف زنان یعنی کار نیمی از جامعه مختل خواهد شد، و اینها با حذف کردن زنان واقعا شرایط افغانستان رو به هم می‌ریزن و برمیگردونن افغانستان رو به هزاران سال قبل. چطور یک مادر میتونه تحصیل کرده نباشه؟ چطور یک مادر نباید درس بخونه؟ مادری که درس نخونه چطور میتونه به فرزندان خود بخواد آموزش بده؟ چطور آگاهی داشته باشه؟ چطور اینا زن رو از جامعه حذف میکنن؟ چطور یک زن نمیتونه آرایشگاه بره؟ هزاران دختر آرزو دارن در افغانستان که آرایشگر بشن، اصلا عروسه و میخواد آرایشگاه بره. آرایشگاه رفتن جرمه، پارک رفتن جرمه، رستوران رفتن جرمه. چه چیزی در افغانستان برای یک زن جرم نیست؟ همه چی در افغانستان شده جرم. دقیقاً یعنی که همون آدم ها رو بکشتن خیلی بهتر از اینه که این شرایط گذاشتن. حتی دختران ما حاضرن با فرم مخصوص به مکتب برن، حتی حاضرن پوشش داشته باشن، با حجاب کامل به مکتب برن، فقط مکاتب باز بشه. متاسفانه ای آرزو رو هم داریم، ولی فعلا عملی نشده. چطور یک زن میتونه روحیه خوبی داشته باشه؟ به چی دل ما خوش باشه؟ و این باعث میشه که مهاجرت ها زیاد بشه. الان
تعدادی از مردم در پاکستان آواره و سرگردان، در ایران آواره و سرگردانند. سالها پیش ما در ایران درس خوندیم ولی همیشه یک افغانی بودیم و همیشه شاید اون موقعی که ما مدرسه می رفتیم از افغانی بودن خود خجالت می کشیدیم. انقدر برخورد بد با ما می شد که شاید اگر یک بیماری بدی داشته باشی نترسی، ولی از اینکه ما افغانی بودیم و می رفتیم مدرسه تمام ترس ما این بود که صدا نکنن که فلانی تو از افغانستان هستی. تمام ترس این بود و من در رشته بسکتبال خیلی خوب بازی می کردم. روزی خب من یک دختری بودم 13 ساله و هزاران آرزو داشتم، ولی در ایران تمام آرزوهای ما دفن شد. حتی در ایران هم ما اجازه درس خواندن نداشتیم، باید پول میدادی و یک افغانی هیچ وقت اجازه نداشت وارد بازی‌های تیمی بشه و بره ورزش کنه به صورت ای که بخوان با شهرهای دیگه بازی کنن. یادم میایه خیلی اون روزا می گریه کردم که چرا من وقتی کاپیتان اون تیم بودم در مدرسه چرا نتونستم به وارد بازی‌های دیگه شم، چرا نتونستم پیشرفت کنم، چرا ما را از سر کلاس دانشگاه بلند کردن گفتن ریاست جمهوری عوض شده و شما دیگه اجازه ندارین، چون افغان‌ها تا اطلاع ثانوی اجازه ندارن دانشگاه بیان. در ایران هم ما شرایطی نداشتیم، در پاکستان هم الان دختران ما 400 دانش آموز ما بودجه ای که بخوان هزینه مدرسه بدن ندارن و 30 تا معلم زن در اون مدرسه به صورت رایگان کار میکردن و اونا هم الان نمیتونن رایگان کار کنن. تشکر از این. خب اگر یک مقایسه بکنیم در مجموع هرچند شباهت های موجود هست در ایران و افغانستان، مخصوصا در وقتی در مورد رفتارهای جمهوری اسلامی و همچنان طالبان صحبت میکنیم در مورد زنان، اما در افغانستان مثلا همونطور که خانم رحمانی گفتن محدودیت‌های دست و پاگیر وضع شده، خیلی سختگیرانه. مثلا دختران بالاتر از صنف ششم نمیتونن درس بخونن، به مکتب بروند، و همچنان زنان نمیتونن به دانشگاه و پوهنتون ها بروند، به همین ترتیب نمیتونن به پارک ها و رستوران ها و به حمام ها حتی بروند. یک کمی به مخاطبان ما اگر از وضعیت زنان در ایران بگویی پریسیان که مقایسه شود. ببینید در مورد مدارس صحبت کردین و اتفاقاتی که شما تجربه کردین، مدارس ایران به هر حال جاییه که توسط حکومت ایران اداره میشه و مخصوصا مدارس دولتی، مدارس خصوصی هم به همون شکل ولی یه مقدار لطیف‌تر. شاید ما خودمون در ایران در مدارسی که به طور کامل دخترونه بوده تمام ساعات روز رو با حجاب سر کلاس نشستیم و حق نداشتیم پوششمون رو در بیاریم و هنوز هم همینطوریه. فکر میکنم این قوانینیه که وضع کردن و امر به معروف و نهی از منکر چیزیه که از داخل مدارس به بچه ها از دوران ابتدایی آموزش داده میشه، یعنی این میره به خورد ذهن شما. و توی پادکست هم راجع به همین صحبت میکنم که ما وقتی بزرگ میشیم چطور میتونیم همه این چیزایی که انباشته شده در ذهنمون رو یهویی از شرش خلاص بشیم. ما شاید رفتارمون در طول زمان تغییر بکنه وقتی که بزرگ میشیم، وقتی که مهاجرت میکنیم، ولی همچنان یک چیزی پس ذهنمونه. من بارها تجربه کردم این رو شخصا که با خودم گفتم نکنه حالا من دارم اشتباه میکنم، بعد یادم اومده که نه، این تأثیر اون چیزی بوده که به خورد ذهن و روح من دادن. در مورد تحصیل در دانشگاه، خب ببینید روش حکومت ایران متفاوته، نمیاد مستقیم یه کاری رو بکنه، انقدر مانع سر راه شما میذاره که شما خودتون پشیمون بشین بگین اصلا نمیخوام و نمیام. ولی خب زنان ایران ایستادگی میکنن و به حقوقشون میرسن و کم کم ظرفیت ها به وجود میاد دیگه، یعنی انقدر حضور پیدا میکنن تا حضورشون برای حکومت دیگه جا بیفته و عادی بشه و بدونه که زنها این فضا رو خالی نمی کنن. یعنی زن تنها وسیله نیست برای اینکه یک حکومت بخواد بگه که ما از طریق این به جهان می خواهیم ثابت بکنیم که یک حکومت اسلامی هستیم، چون تنها نمادی که از این اسم وجود داره همین حجابیه که روی سر زنهاست و اگر اون نباشه چطور میشه ثابت کرد؟ خب بیشتر صحبت میکنیم در این مورد. ما در همونطور که بیشتر هم گفتیم خانم رحمانی، شما هم مشاهده کردین که شاهد واکنش های گوناگون بودیم، از نهادهای بین المللی گرفته تا زنان در
داخل افغانستان، بیرون از افغانستان. به نظر شما آیا این واکنش‌های مختلف و حتی فشارهای برخی از کشورها میتونه تأثیر داشته باشه در تغییر یا تجدید نظر اینچنین قوانین طالبان، چون طالبان دفاع کردن از این قانون و گفتن که به هر قیمت تطبیقش میکنن؟ امیدوارم که بتونه تاثیر بگذاره، چرا که نه، اگر که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری با ما هم صدا باشن و کشورها و دولت‌های مختلفی که باعث و بانی این مصیبت در افغانستان شدن اونها حمایت کنن، بیستن و فشارها باشه روی طالب و به رسمیت نشناسن، امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. متاسفانه طالب ها وقتی که دیدن با فشار آوردن روی زنان افغانستان و ممنوعیت های زیاد دارن توجه تمام دنیا رو به خود خود جلب میکنن، من فکر میکنم از این موضوع دارن استفاده میکنن به دلیل اینکه تحت فشار قرار بدن دولت ها رو به خاطر اینکه اونا رو به رسمیت بشناسن، وگرنه اصلا گذاشتن همچین قوانینی واقعا عجیبه. در این قرن گذاشتن همچین قوانینی واقعا اصلا هر چقدر فکر میکنی عجیبه، چطور میتونن در این قرن همچین قوانینی بگذارن که صدای زن ممنوع بشه؟ یعنی که یک زن، یک مادر اصلا به هیچ عنوان در جامعه صدا نداشته باشه؟ مگه یک زن آدم نیست؟ مگه هیچ حقی نداره؟ چطور میتونه یک زن در جامعه حذف بشه و اصلا نظری نداشته باشه، آرزویی نداشته باشه؟ مگه زن بودن در افغانستان جرمه؟ مگه جرمه که یک دختر به دنیا بیایی؟ زمانی که تذکره میگیرن، اگر که فرزند پسر داشته باشن با افتخار میگیرن، ولی برخی از دخترها حتی تذکره هم برای اینا نمیگیرن. و با توجه به همین چیزی که شما گفتین و اگر این باز وصل بکنیم به اصل موضوع، از نظر شما آیا احتمال داره که این قانون جدید طالبان به نحو منجر شود به افزایش خشونت ها و فشارهای اجتماعی بر دختران و زنان در افغانستان؟ بله، چطور نه؟ همون که دخترها به مدرسه نرفتن، خیلی ها خودکشی کردن، دست به خودکشی زدن، خیلی ها ازدواج زود هنگام داشتن، یعنی ازدواجی داشتن در 12 سالگی، در 13 سالگی، اینا رو خانواده گفتن باید عروسی کنن، دیگه درسی هم نیست، خب باید برن سر زندگی خود. خب چطور میتونه تاثیر منفی نداشته باشه؟ این باعث میشه که دخترای افغانستان، زنان افغانستان از نظر روحی و روانی واقعا به هم بریزن. تشکر. خب تا چند لحظه دیگه که فرصت ما هم اندک است، از شما بیشتر در مورد پیشنهاد شما برای راه حل بالقوا و احتمالی هم میشه بشنویم. اما از زن، زندگی، آزادی بیشتر گفتی پریز جان. خب در این 2 سال گذشته، دوروبر 2 سال، چی دستاوردهای داشته در ایران برای جامعه ایران، برای زنان، و چی تغییر و تأثیر داشته در کل، اگر با مخاطبان ما بگویید در این مورد؟ همونطور که قبلتر هم گفتم، تأثیر مستقیمی روی قوانین حکومت نذاشته، روی قوانین جمهوری اسلامی نذاشته، اما چیزی که در عمل داریم میبینیم تأثیر بسزایی بوده. صدای زنهای ایرانی در جهان شنیده شد، همونطور که دیدین زنان از سراسر دنیا، از اهالی موسیقی تا اهالی سینما حمایت کردن از این جنبش، و الان میبینیم که توی کوچه و خیابون خانمها به راحتی لباس میپوشن، هر طوری که دلشون میخواد در واقع لباس میپوشن، حتی کسی که میخواد حجاب داشته باشه و بهش اعتقاد داره هم پوشش خودش رو داره و کسی که نمیخواد نداره، و این دو نفر لزوما با هم دشمن نیستن، با هم بیرون میرن، با هم کافه میرن، با هم دوستن، با هم خوبن، دقیقا مثل کشورهای اروپایی، همونطور که ما اینجا میبینیم آدمها با هم با اعتقادات هم مشکلی ندارن، مادامی که به هم اون رو اجبار نکنن. یعنی بدون حجاب هم میشه زن مثلا از یک جا به جای دیگه بره؟ بله، همونطور که دارید میبینید بعد از زن زندگی آزادی ما عکس هایی داریم، اگر یه ذره بخوایم حالا خیلی جزئی تر بهش نگاه بکنیم، شما خانمی رو میبینید که یک کیف بسیار کوچولو انداخته روی دوشش، یعنی مشخصه که شال یا روسریش توی کیفش هم نیست و هیچی همراهش نیست و رفته بیرون. خب خیلی هم اونو میندازن دور گردنشون. به هر حال هر کس در نسبت با ظرفیت خودش و توان خودش
این کار رو داره انجام میده و داره پیش میره، یعنی متوقف نمی کنن این ماجرا رو تا زمانی که عادی بشه. خب حکومت ایران خیلی سعی کرد در طول این سالها بگه که مردان ایرانی ظرفیت ندارن و اگر این اتفاق بیفته هرج و مرج میشه در جامعه و دیگه سنگ روی سنگ بند، حالا این یک ضرب المثلی که میگن سنگ روی سنگ بند نمیشه و اصلا اتفاقات خیلی بدی میفته، که خب این یک توهین به مرد هم هست و زنان و مردان ایرانی ثابت کردن که نه، این اتفاق ظرفیتش هم وجود داشته و داره. و پیشنهاد شما چیست در این مورد خانم رحمانی و چی چیز به شما امید میبخشه؟ اگر که دنیا با ما هم صدا بشن و صدای زن افغانستان رو فراموش نکنن، دستی که به سمت شما دراز شده رو فراموش نکنید و بیشتر حمایت کنید زنان افغانستان. در افغانستان زنان جرأت ای که صدا بلند کنن ندارن، اینها اسیر میشن، گرفتار میشن و یک دختر به زندان طالب میفته و هزار بلا سر او دختر میاد و ما داشتیم کسایی که اعتراض کردن و به زندان افتادن و شما شاهد ای بودید که چه بلایی سر اونا آمده. مردها و زنها کنار هم بایستید، اعتراض کنید و این قوانین رو قبول نکنید. یک زن حق انتخاب داره، یک زن باید صدا بلند کنه، یک زن باید به آرزوها خود برسه، یک دختر باید به مکتب بره. چطور ما میتونیم سکوت کنیم و در کشورهای دیگه بشینیم فرزندان ما درس بخونن، زنان ما آزاد زندگی کنن، ولی در افغانستان یک دختر حتی اجازه مکتب رفتن نداشته باشه؟ اگر دنیا کنار زنان افغانستان بایسته، اگر سازمان ملل حمایت کنه، واقعا کشورها حمایت کنن و طالب رو به رسمیت نشناسن، مسلما طالب نمیتونه با این شرایط ادامه بده. طالب ها سالها پیش هم در افغانستان بودن ولی حکومت اینا پایدار نبود. چرا؟ چون مردم اونا رو نپذیرفتن. در حال حاضر هم همینه، طالب با این قوانین داره کاری میکنه که صبر مردم افغانستان لبریز شده و اینها نمیتونن سکوت کنن در این شرایط. با این ممنوعیت ها چطور میشه سکوت کرد؟ چطور میشه یک پدر بیاد و ببینه که دختری رو هر شب با گریه میخوابه با امید ای که مدرسه باز بشه؟ لطفاً هم صدا باشید، صدای زن افغانستان رو فراموش نکنید. دستی که به سمت کشورهای خارجی دراز شده و ما خواهان حمایت هستیم رو ببینید و سکوت نکنید. وقت ما هم تمام شد در این مثلث. سارا رحمانی، فعال حقوق بشر در آلمان، و پریس صحبتی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.